برای بچ سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا یه خواهشی از شما عزیزای دلی که دارید وقتی گرانبها با ارزشتون رو برای تماشا کردن این ویدیو میذارید دارم. خواهشم ازتون اینه لطفاً این ویدیو رو کامل و با دقت و شنیداری بالا تماشا کنید، چون این ویدیو در کنار جذاب و سرگرم کننده بودنش میتونه واقعاً باعث فرهنگ سازی هم بشه. همین که باعث فرهنگ سازی مابین ما گیمرها و کامیونیتی اصلا پابجی هم بشه، واقعاً خودش یه دنیا ارزش داره. چون تو این ویدیو قرار صحبت‌های زیادی رو بشنویم، رفتارهای مثبت و منفی و نژادپرستانه زیادی رو شاهد باشیم. خواهشاً هیچ قسمت از این ویدیو رو رد نکنید، چون اگه یه جاشو یه صحبت رو رد کنید ممکنه اشتباه متوجه بشید و برداشت اشتباهی داشته باشید. برای بکس یه نکته رو قبلا من گفتم، یه نکته و حقیقت رو تو این ویدیو هم الان میگم، در آینده هم خواهم گفت، یه فکت واقعی رو، شایدم برای یه عده انسان نژادپرست دردناک باشه. ببینید، رفتار یا ویژگی های مثبت و منفی یک انسان هیچ ربطی به نژاد یا ملیت و کشور خاصی نداره. اینو واقعا اگه آدم با عقلش هم فکر کنه قابل قبول و پذیرشه، ولی نمیدونم چرا یه عده انسان هنوز اینو قبول ندارن و تا یه بدی مثلا میگم از یک ایرانی یا از یک افغان میبینن کلن توهین میکنن به نژاد و ملیت، که این کار واقعا اشتباهه. برادر اگه از کسی زورت اومد به خود شخصش توهین کن، توهین کردن کلن کار اشتباهیه. ولی اگه یه بدی از کسی دیدی تعلقش بده به خود اون شخص، نه اینکه بخوای کلن جمع ببندی. برای بکس داخل این ویدیو داستان از این قراره که امیر فروخ، یوتیوبر محبوب و واقعا خوش اخلاق و خفن ایرانی که خودم خیلی دوستش دارم و واقعا تعریف علکی نمی کنم ثابت شده است، میره داخل تیدیم و رندوم با یه پلیر افغان میفته که متاسفانه این پلیر افغان یک انسان بیشعور و بیشخصیت از آب درمید که خیلی هم نجات پرستی میکنه و کلا با هم دیگه کلکلشون میشه و به روم همدیگه رو دعوت میکنن که روم بزنن ببینن آقا بالاخره حق با کدومشونه. میریم با هم این ویدیو رو ببینیم. لطفاً و خواهشاً اگه ویدیو رو پسندیدید و خوشتون اومد، در کنار حمایتاتون یعنی لایک و کامنت و سابسکرایبتون، یه اشتراک گذاری هم بکنید که یه مقدار این ویدیو به فرهنگ سازیش کمک بشه و آدمای بیشتری این ویدیو رو ببینن. امیدوارم که ویدیو رو بپسندید. میریم با هم که این ویدیو رو ببینیم. خب برای بکس بریم که ببینیم ماجرا و داستان اول ویدیو چی بوده، یعنی اول ویدیو قراره داستان و ماجرا رو شاهد باشیم. نگاه وجود داشته باش، من میدونم تو کی، تو همونایی که دنبال کلیپ و این داستان مثلا اول فوش میدی بعد طرف هم باسه دفاع خودش میاد فوش بده میخواد، من رومو هم من باید میزنم. ولی چرا گفتی ایرانی های نوب؟ مگه من چی به تو گفته بودم؟ برای بکس واقعا اینو راست میگه، خیلی آدمایی هستن که اینجوری تولید محتوا میکنن، مثلا میرن به قول خودش تو گلوبال یه آدمو فوش میدن و رو رکوردن، زمانی که اون آدم فوش داد یعنی کات میکنن از اونجا میذارن و میرن باش روم میزنن. حالا اینطور ویدیو هم متاسفانه اینطور ویدیوهای کلکل و نجات پرستانم خیلی بازیدهای بالایی میخوره. تو که عددی نیست، خیلی پلیر خفن تر از تو هم داره. بریم که داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. امیر کروک. هی گایز، چطوری بچه ها؟ حالتون چطوره؟ امیر کروک هم، خوش اومدید به ویدیوی متفاوت. قبل از همه چه بچه ها اینو بگم، من در حدی نیستم کسی رو نصیحت کنم، اما تو این ویدیو قراره که یه چیز رو بهتون ثابت کنم. به جرات میتونم بگم اگه تیک تاک رو نصب کنید برید توی قسمت اکسپلور تیک تاک، حق گوش بدید، سه بار چهار بار رفرش کنید، به این ویدیوهای نجات پرستی میرسید. کدوم ویدیوها؟ مثلا من افغانه که ایرانی از تو گلوبال پیدا میکنم، میارم بهش فوش میدم، طرف مجبور از خودش دفاع کنه، فوش میده، چی میشه؟ همون حرفی که دقیقا زدم، و میریم رو و با پینگ 20 و اسلایت مثل موش این بر این بر میشن میزنم میشه. یه کلیپ در اومد، اون فوش داد، منم رفتم تو روم دقیقاً زدم. اما اون تیکی که من فوش دادم به هیچ عنوان توی ویدیو نمیشه گذاشته، نمیشه، اگه بیاد ویدیو میشه زد من. پس یه کلیپ در اومد، ایرانی فوش داد توی روم زدمش، کلیپم اومده شد بنازم تیک تاک 200,000 تا لایک بخور و کلی فالوور بگیر. برای لایک و فالو این شده زندگی روزمرگی اشخاصی توی این طور محبوبیت. اگه بخوای جمع کنی مطمئن باشید یه روز با خاک یکسانتون میکنه هر کس که بخواد از این راه مثلا مخاطب بگیره الکی با توهین اذیت آزار کسی ضررش برسه، مطمئن باشید کارما کائنات خودش میزنه تو کمر یارو. برای واقعا ایرانی از گلوبال میاره، نمیگم ایرانی این کارو نمیکنن،
همین الان بگم ایرانی هم کار کلا بعضی از ایرانی ها بعضی از افغان ها نمیگم همه اون هموطنه با شعور خودم تاج سر من دوستای همزبانای عزیز با فرهنگ و با شعور افغانم تاج سرم بحث من این نیست بحث من با اون دیه که دارم توی تیک تاک بین دومه یعنی قشنگ به جرات میتونم بگم یه پشت تیک تاک ریده به روابط چه میدونم پلیرای ایران ها. واقعا اینم چرا با همش با ویدیو نجات پرستی خدا شده 99 درصد ویدیوش همینه طرف میره فوش میده حالا رفیقاش هر گویی طرف مجبور است خودش دفاع کنه اونم یه فوش میده میره رومو کلیپ در اومد میده تو حرفاش کاملا حق و واقعا نمیشه این کار کرد حرفاش کاملا حق بود و واقعا حرف دل خودم زد گوش بدید باز در ادامه بریم که ویدیو رو داشته باشه این ویدیو هم یکی از همون اشخاص خود به پست من منو نیت کرد نمیدونم حالا عمدن یا غیره نمیدونم داستان خیلی محترمانه پرسیدم داداش چرا نیت کرد خیلی راحت براش گفت ایرانیه نوب ایرانیه چه میدونم فلان چرا دقیقا خب منو نیت کردی خیلی با احترام ازت پرسیدم چرا نیت کردی باید ایرانیای نوب اصلا چه ربطی داره این کلمه حالا جلوتر خواهید این به کنار یعنی انقدر تلاش کرد که من فوش بدم چه میدونم که اون کلیپ اونجوری بشه که حالا نشود دیگه به این پناه برده بود که مثلا منو بزنه بره بگه من ایرانی ام فریخ مکس توی روم چی شد قبل روم قرار شد که حالا جلوتر خواهید دید قبل روم قرار شد انفورن اسلاید بیاد بعد انفورن اسلاید اومد دید فجیحه با پینگ 20 باید حتما اسلاید بزنه تو بزنه من پینگ 100 ایرانی اسلاید رو روشن کرد مثلا حالا رسید ده هر چی شد اومدیم کرد از اون بیرون نیومدم الان داری ویدیو رو می‌بینی میدونم داری میسوزی در اوج 100 درصد یارو ویدیو رو می‌بینه 100 درصد حالا ویدیو رو ببینید و اینم بخوام بگم دوستا نجات پرستی نکنی بذاریم کنار بشین بین دو تا الان کشور ترکیه و آذربایجان من نمیدونم اینا رگ و خونی دارن از هم ولی خیلی هوای هم دارن واقعا راست میگه مسی برادر پشت سر هم سازیش یکم سطح سوادمون به اون درجه برسی که نجات پرستی سال 2022 الانم که 2023 قربانی هستی اونایی که میرن حمایت میکنن نجات پرستی اون آفرین با امید روزی که هیچ مرزون نباشه کسی داشت نجات پرستی میکرد به هیچ وجه حمایتش نکنید چون اینجا واقعا شخصیت اونی که الان باشون زدم که الان داری ویدیو رو میبینی واسه این که حرفامو بزنم دیگه بلکه تمومش کنم خیلی وقت این رایج توی تیک تاک طرف فقط کافیه بره توی گلوبار یه فوش بده یه فوش بشنوه اون تیکی که فوش شنیده رو برداره بره توی روم بزنتش یه کلیپ بیاد بیرون 100 لایک بگیره باید هم انگیزه داشته باشه 100 هزار تا لایک دیگه نگرنه اینکه اگه دو تا کامنت خاک تو سر بدید بهش هیچ وقت این گاه نمیخوره میدونه کار اشتباهی داره میکنه پلیر واقعی میره چه میدونم بوت کمپ رو جمع میکنه بریم سراغ ویدیو ببین واقعا راست میگه کسی ادعا داره بره بوت کمپ از بوت کمپ ویدیو خب ویدیو کنی داستان از این برای زدی منو نیت کردی بعد میگی بوت بیا روم فاز چرا یا بیا با هم یه دونه امکان بزنیم داخل بر من ازت ترسی ندارم ولی میگم منو نیت کردی دارم میگم چرا نیت کردی بوت بیا روم Fire! چی میگی؟ نوبی نوب بود کلمات تو ببینم که دراپ رو پلیر هستی من اصلا در حدی نمیبینم که بود واقعا دمش کم ببینید اینجا با اینکه در حدش نامرده شده ولی خیلی محترمانه داره با پلیر افغان صحبت میکنه چرا نجات پرستی میکنه کیل کیل ایرانی ها نوبم فقط تو پرو پلیر اونجام که نجات پرستی کرد پلیره دردت چیه؟ واقعا چقدر یک انسان میتونه بیشعور باشه؟ واقعا چقدر یک انسان میتونه بیشعور باشه؟ حرف حسابی بنده خدا چیه؟ اسم میکنم از اونایی که میخواد کلیپ بگیرد 100 درصد از هموناست بیشتر خب اینجا کدیناش سوادت میرسم این حالا ده چی؟ حالا قفاقت میکنم نگاه میگه به حسابت میرسم من میدونم تو کی تو همونایی که دنبال کلیپ و این داستان هستن اول فوش میدی بعد طرف هم باسه دفاع خودش میاد فوش بده میخواد من رو مهمه من باید میزنم ولی چرا گفتی ایرانی های نوب مگه من چی به تو گفته بودم من خیرانی خود میدونم باید
خب باشن تو با بیا بشه میگه ایرانی نوب، هر کشوری نوب داره بدت نیاد، کل هر جای نوب داره، دلیل نمیشه که تو بگی ایرانی های نوب. بیا تو از رون بزن تو معلوم تو افغانستان نوب است یا پرو پلیر. یارو علکی خودش درگیره به خدا، علکی پلیر خفنتر از تو هم داره افغانستان، من تو اصلا نمیشناسم، خیلی هاشو میشناسم، خیلی هم امیدوارم که پسر خودت هم یه روز این ویدیو رو ببینی، همین پلیر افغان رو میگم واقعا، ولی مطمئنم با دیدن این ویدیوی خود امیر شاید آدم شده باشه، چون واقعا این ویدیو رو اگه دیده باشه 100% باید آدم شده باشه، مگر اینکه اینقدر بیشعور باشه، اینقدر بیعقل باشه که بعد دیدن این ویدیو بازم به این کارا ادامه داده باشه. اگه ویدیوی ما رو هم یه روز دیدی امیدوارم که یه مقدار بیشتر رو تأثیر بذاره. شک ندارم الان ریکورد داره یک گوی میکنه، اگر نه بی دلیل نمیاد بگه ایرانی نوب ایرانی بران. خب اینجا دیگه برای وکس روم شروع میشه، بریم ببینیم که داستان به چه صورت خط خواهد شد. تا من دستم گرم میشه شانس داره کیلو شده. بازیش هم مثل این که زیاد بد نیست، یعنی بازی اون پلیر افغان هم بازیش خیلی خوب معلوم میشه، ولی خب شما اگه بهترین جهان هم باشی اخلاق نداشته باشی خیلی عذرخواهی میکنم، اندازه یه پشه هم ارزش نداری واقعا، اخلاق و بازیه که تکمیل میکنه. دو بر یک، سه بر یک، ایوال جفتشون هم آجی واقعا بازیشون خیلی خوبه، جفتشون هم بازیشون خوبه، البته هوا سرد، اونم معلومه قشنگ روم زیاد زده که تو فاز کلکل و نمیدونم روم و این چیزاست. نابی کن نگه تمام دارم گرم میشه. به به، 5-1، هر یکی که امیر بگیره واقعا خوشحالم میگه. لابی کن دیگه، یه دمیج بده. آدمی رو باید اینقدر کیل بگیری ازش، اینقدر تیر بهش بزنی که سوراخ سوراخ بشه. اسلاید اوکته، ببینید خود پلیره گفته بود که اسلاید نزنیم، نو اسلاید، نتونست اسلاید، بعد اینم نتونست شاتگان. ببینید کیو، ببینید نامردی رو، ببینید نهایت نامردی، مثل این میمونه وقتی از اول میگه اسلاید نزنیم دیگه، تیماپ هم ممنوع چون دیگه میدونه میخوره، شما بخواید با اسنایپ بله. بزنید بعد یهو M4 در بیاری، واقعا خیلی این کار اشتباهه، خیلی حرکت مثل موش زایه‌ایه. دستم داره گرد بیرونم اون کسایی که میوه و سبزی میفروشن وانتیا، حالا نیسانی ها اومدن صدای اونام شاید تو ویدیو بیاد، حالا عذرخواهی میکنم دیگه، اصلا قوانین دست من نیست، انه من فقط با این رومو ببرم. 7-4، بیا اسلاید رو نگاه، تو رو خدا این پینگ 20 نیست، این پینگ 180. اگه از اول میگفتی اسلاید امیرم استفاده میکرد اوکی، چون این بنده خدا اسلایدش الان آفه، بدون اسلاید داره تو رو میزنه، نگاه کن نگاه کن، خدا وکیلی نجات پرستی تو این پلر ما دیدیم، بی شعوری رو دیدیم، بی شخصیتی رو دیدیم، نامردی رو دیدیم، توهین رو دیدیم، همه چیز رو دیدیم، واقعا امیدوارم این پلر آدم شده باشه، امیدوارم آدم شده باشه. بنازم 10-6، 10-7، half of the match is over and the blue team is in the lead. 10-8، اوکی اسلاید بزن برادر، اسلاید بزن، ولی چقدر حال میده با همین اسلاید کمپ میکنه پشت حاله، اسلاید زدن و به قول امیر کمپ کردنت خیلی حال میده، آخرش با وجود همه این نامردی ها بازم ببازی دیگه، اون موقع چه حرفی داری واقعا، میدونه بیاد من بگم چرا اسلاید میزنی دیگه مجبور خاموش کنه، ولی میزنه. ببینید اینجا هم حتی نمیفهمه که امیر میخواد باهاش صحبت کنه، یه مقدار این فایتش رو استوب کنه، ببینید هنوزم داره میزنه، یعنی عقلم نداره آجی تو کلش، وای خدا این دیگه چه مدل انسانیه، به این بشر باید به قول اون اسکواد فاسد گفت برو دیروز بیا، برو دیروز بیا برادر، برو از اول بیا، از اول وارد زندگیشو. به به، 12-12، خیلی خوب مساویان تا الان، خدای هرچی کیل گرفتیم پلیره با نامردی گرفت. 13-12، 13-12، فقط گفتم که چی؟ یا لابی باید کار. به به، وقتم تمام شده بود و
برنده خود امیر ای صاحب کن. من چیز من سوال دارم ازت. واسه ببینیم واکنش قرار ما چی بود؟ ویدیو خوب شد رکورد کرده بود وای. که به امید خدا فردا قبل روم گفتش امفور نو اسلاید الان میگه امفور اسلاید وسوس و دو دستی خاک کن تو سر چون نگفتی همین چیزو من گفتم اگه گفتنی داری آخر ویدیو بگو که حاجی از ته این پلیر رو داره میسوزه ولی هنوز قبول نداره به امیر میگه تو هم آخر نرفتو بزن چون من دارم ویدیو میگیرم و توی تیک تاک قرارو پست بشه حاجی چقدر سمه این پلیر بگو یوتیوبر زدم اول ویدیو قرار شد امفور نوستایت بیریم رفتی من ریدم دیدم دارم میرینم واقعا یکیرم بزرگ گرفتم شانسی گرفتم اصلا بورم نمیشه واقعا رفتم رو کلش دیگه بازم خوردم بازم ریدم خاک تو سرم همون اول دیدی ایرانی تو تی دی امه گفتی خدا را شکر ایرانی تو تی دی امه ریکورد رو روشن کردی داداش ایرانیان رو بستن بعد داداشم خاک تو سرت چجوری روت میشه به من بگی داداش حالا تو که میخوای کلیپ بگیری حالا دمت تو گرم که دیگه فوش نده هنوزم قبول نداره این که داره دنس میزنه مطمئن باشه سوخته حرفی برای زدن نداره خب امن بات که خوردی اگه من باتم تو دیگه بات پرو مکسی واقعا راست میگه بات پرو مکس ای ولی اینو خیلی خوب زدی اون عزیزان افغانی که اصلا کاری با نجات پرستی ندارن واقعا من حتی هست خیلی از دوستای عزیز افغانمون هست که کامنت میذارن زیر پستای من کامنت قلب و ایران و افغان یعنی فرهنگ یعنی اون خوب و بد همه یعنی جا اون. هست گفتنی چیزی نداری با بچه یوتیوب واقعا دیگه خیلی آبروریزی بزرگی کرد برای بکس دوست دارم نظر شما رو هم بدونم لایکاتون هم بزنید لایک و سابسکرایب کنم و ببینید امیر بهش میگه امیر بهش گفت اوکی من باید روم میزنم به بچه بگو لایک و سابسکرایب کنن پس پلیره بازم اینو گفت باز تا اینجا دمش کرد این حرفم زد و چاره دیگه هم نداشت برای بکس مرسی که ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم پسندیده باشید و این ویدیو یه تاثیر مثبتی داشته باشه و حتما حتما نظراتتون رو بنویسید دمتونم گرم تا ویدیوی بعدی بدرود.